در چنین روزی در چهاردهم ماه فوریه بود پرستان روم باستان جمع می شدن و برای جشن باروری قربانی به خدایان ساختگیشون تقدیم می کردن و این روز یک اید برای بتپرستان پرستان بود قرنها بعد بود که کشیشان مسیحی تصمیم گرفتن که این روز را رو سال روز بزرگ داشته یک قدیس مسیحی به نام ولنتاین قرار بدند کسی که مخفیانه زن و مردها را به ازدواج هم در می آورده کلادیوس فرمانده روم اون رو به قتل رسوند این روز رو برای گرامی داشته این قدیس مسیحی اید قرار دادند از اون روز به بعد 14 فوریه به عنوان اید عشق در نزد مسیحیان نامگذاری شد اما عجیب اونجاست که بعضی از مسلمون ها هم دقیقا همین روز رو اید عشق میدونند کسانی که با مسیحیان غرب همراه میشند و این روز رو گرامی میدارند کسانی هم که فراموش کردند که پیامبرشون فرموده هر کس خود رو به قومی شبیه کنه پس از همون قومه همین کافیه که بدونیم رسول الله علیه و سلام اجازه جشن گرفتن دو روز که در دوران جاهلیت عید اعراب بود رو به یارانش نداد رسول الله علیه و سلام به یارانش فرمود خداوند جایگزینی بهتر از این دو روز به شما داده عید قربان و عید فطر پس پر واضحه که یک مسلمون اجازه نداره روز عید بت پرستان یا مسیحیان رو روز عشق قرار بده یا اینکه در جشنهای اونها شرکت کنه یا هدیه های خاص این روز رو بخره یا اونو بفروشه و یا اون هدیه ها رو قبول کنه همیشه یادآور میشیم که اسلام قدر و منزلت دوست داشتن حلال رو خیلی بالا دونسته سرورمون علیه الصلاه و سلام دوست داشتن ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها رو علنا اعلام میکرد و حتی سالها بعد از وفات ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها میفرمایند محبت خدیجه بهش هدیه داده شده و این نهایت محبت و وفاداریه پس اسلام ما را به دوست داشتن و عشق ورزیدن همیشگی به همسرمون تشویق کرده و حتی این پیروی از رفتار پیامبرمونه علیه الصلاه و السلام